بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. شام شهادت وجود مقدس صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها است. تسلیت عرض بکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون، و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید. انشالله که عزاداری ها تا به الان قبول باشه و دعای حضرت شامل حال همه باشه. هدیه به پیشگاه مطهرشون. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یه تعبیری است امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن، جمله‌ای هستش که در هر زمان به خصوص در این زمان خیلی احتیاج داریم هممون به این مطلب. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن: مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف. اجر کسی که مجاهدت کرده در راه خدا به شهادت رسیده بالاتر از اون کسی نیست که قدرت بر هرزگی داره ولی عفیفانه زندگی میکنه، با عفته، با حیاست. به تعبیر ساده تر، اجر اون کسی که عفیف هستش، حتاک و پررو نیست، پرده در نیست، مراقبت میکنه از خودش در محضر پروردگار عالم، اجر چنین کسی از اجر شهید کمتر نیست. چون همونجور که شهید فداکاری کرده و در راه خدا پاروی خودش گذاشته، کسی که قدرت بر هرزگی داره ولی عفیفانه زندگی میکنه، او هم پارو خودش گذاشته، پارو نفسش گذاشته. یا به تعبیر دیگه، همونجور که شهید در میدان جهاد اصغر فداکاری کرده، عفیف هم در میدان جهاد اکبر فداکاری کرده. از این جهت به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، اجر عفیف کمتر از شهید نیست. این صفت صفتی است که امروزه ما خیلی بهش احتیاج داریم، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن. عفت و حیا. عفت و حیا این نیست که فقط تو جمع که دیگران ما رو میبینن آدم خودشو حفظ بکنه، اون خوبه، ولی یه درجه است از عفت و حیا. عفت و حیا این هستش که آدم حتی تو خلوتی که به ظاهر چشمی او رو نمیبینه، اونجا هم عفیف باشه، اونجا هم مراقب باشه، اونجا هم پررو و حتاک و پرده در نباشه، بلکه تو خلوتترین خلوتها، تو دل خودش، تو نفس خودش، تو ذهن خودش افکار شهوانی و شیطانی نپرورونه، که این دیگه درجات بالای عفت و حیا هست. عرض کردم این صفت صفتی است که هم مرد مؤمن و هم زن مؤمن بهش احتیاج داره، ولی به خصوص زنان. ضرورتی که این صفت برای زنان داره مضاعف هست نسبت به مردان. لذا در دعایی که تو مفاتیح وارد شده از امام زمان علیه السلام رسیده، همون دعایی که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، تو اون دعا وجود مقدس است ولی از علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه: و علی النساء بالحیاء والعفه. خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه این صفت مخصوص زن نیست، اما چرا حضرت برای زنان خواسته؟ چون ضرورت این صفت برای زنان خیلی بیشتر هست. اگر زن خدای نکرده در جامعه عفت و حیاش رو از دست بده، بزرگترین سرمایه های خودش که در گروه این هست که این عفت و حیا رو داشته باشه از دست میده، و در جامعه وقتی زن سقوط بکنه مرد هم سقوط میکنه. زن اصلا محور تربیته، همونجور که در خانواده محور تربیت هست، طبیعتاً در جامعه محور تربیت خواهد بود، محور تربیت خواهد بود. اگر زن سقوط بکنه مرد رو هم به سقوط میکشه.
لذا وجود مقدس است ولی است علیه السلام از خداوند متعال درخواست بکنه که به زنان ما عفت و حیا عنایت بکن. متاسفانه در دنیایی داریم به سر میبریم و در زمانه هستیم که یک فرهنگ آلودهی که به چشم و به وضوح هممون داریم او رو میبینیم، یک فرهنگ شیطانی که قرنها شکل گرفته به خصوص تو این دهه های اخیر و سال های اخیر، ارزش های اخلاقی از جمله عفت و حیا رو به شدت مورد هجوم قرار داده. کاری داره میکنه که بی حیایی، بی عفتی، بی غیرتی، اینها به راحتی و به سهولت از مردان و خصوصا از زنان صادر بشه. اصلا کاری میکنن که مفاهیم عوض بشه. بی غیرتی رو اگر کسی انجام بده، این رو با عنوان یه فردی میشناسن که اجتماعیه. اگه کسی بخواد غیرت بورزه نسبت به زنش، میگن حسادته. یه زمانی برتران راسل اینجوری معنا میکرد. یه فیلسوف انگلیسی بود که قبل از انقلاب از دنیا رفت، 20 سال پیش از انقلاب بود و با مرحوم علامه محمد تقی جعفری و بعضی از بزرگان ما مکاتباتی داشت. اصلا مفاهیم رو یواش یواش عوض کردن. اگه کسی بخواد، زنی بخواد عفت و حیا داشته باشه، یواش یواش تبدیل میشه تو منطق اونها به عقب افتاده و امول. من یکی از دوستانم توی یکی از این کشورهای اروپایی زندگی میکنه، ایرانی هست، متدین هست، سالها اونجاست. ایشون به من میگفت من رئیس دبیرستانی که دخترم اونجا درس میخونه یه مرتبه منو دعوت کرد که با هم کار داره. من رفتم، رئیس اون دبیرستان که خانومی بود، آقا دختر شما مریضه، بیماری داره، افسردگی داره. گفتم نه چطور مگه؟ گفت دختر شما ظاهراً مریضه، مثل بقیه دخترها با پسرها نمیجوشه، ارتباط برقرار نمیکنه، ظاهراً افسردگی و بیماری داره. ایشون میگفت من تو دلم خندم گرفته بود که خدای ما دخترمون رو نجیب باروردیم، اما نجابت تو چشم اینا افسردگیه. اون دختری که بیشتر ارتباط برقرار بکنه، این روابط عمومیش قوی هستش و با شخصیت بیشتری هستش. نه فقط ارزش های اخلاقی رو دارن عوض میکنن، بلکه تو اون فرهنگ شیطانی مادی دارن کاری میکنن که هویت زن عوض بشه، هویت مرد عوض بشه، زن از زن بودن خودش پشیمان باشه، از همسر بودن، از مادر بودن، از اون چیزهایی که در ساختار او هست و خداوند متعال قرار داده پشیمان بشه. من اجازه میخوام یه فراز کوتاهی از تاریخ غرب رو که اجمالاً کما بیش میدونید ولی لازم هستش اشارهی بکنم. شما میدونید تا اواخر قرن 19 میلادی زن در دنیای غرب اصلا انسان درجه دو شمرده میشد و حق مالکیت نداشت، مثل برده. اگر کار میکرد پولش مال خودش نمیشد، مال شوهرش بود، مال مرد میشد. تا اینکه بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان سال 1882 یعنی اواخر قرن 19 میلادی، کارخونه دارهای انگلیس پیشنهاد دادن به مجلس یه قانونی رو تصویب بکنه که زن بتونه حق مالکیت داشته باشه. به ظاهر خدمت بود به زن، اما در واقع غرض چیز دیگری بود. در واقع غرض این بود که کارخانجاتی که تازه راه افتاده و دنیای صنعتی که نیاز به کارگر داره، زنی که تازه میتونه حقوق بگیر باشه و حقوقش برای خودش باشه، نیروی ارزان قیمتی است برای این کارخانجات و سود و سرمایه اونها رو تامین میکنه. این اولی خدمتی بود که به زن کردن و او رو کشیدن به اجتماع، به جامعه، تا سود و سرمایه بیشتری تامین بشه. بعد از یه مدتی خب قولهای ماشینی وقتی را افتاد و کارخانجات، مسئلهی به نام تولید انبوه به وجود اومد. تولید انبوه احتیاج به مصرف انبوه و مصرف کننده انبوه داره. این جنسا باید به فروش بره، مشتری میخواد. چی کار بکنن؟ بهترین راه جذب مشتری و تبلیغ کالاهاشون رو زن و جاذبه های زنانگی قرار دادن که زن با جذابیت های تن و بدن خودش تبلیغ بکنه کالاها رو، یعنی یه ویترین، یعنی کالاها رو تبلیغ بکنه. این دومین خدمتی بود که به زن کردن. خدمت سومی که کردن تو نظام سرمایه داری و تو اون فرهنگ این بود که اگر قرار باشه که زن و همچنین مرد تو سنین جوانی برن ازدواج بکنن، خب نیروی کار کم میشه، طبیعتاً سود و سرمایه یه مقداری کاهش پیدا میکنه. پس برای اینکه بتونن
نیروی کار رو در جوانی داشته باشن، سن ازدواج باید بره بالا. سن ازدواج که همینجوری بالا نمیره، غریزه جنسی مردم رو شکار بکنن، بیبندوباری های خیابانی که به صورت رایگان تأمین بشه غریزه های جنسی و احتیاجی به ازدواج و پذیرفتن مسئولیت ازدواج و خانه‌داری و بچه‌داری و امثال اینها دیگه به وجود نیاد. همین کار رو هم کردن، بیبندوباری های خیابانی و تأمین تقریبا رایگان غریزه های جنسی. سن ازدواج تا حدود 40 سال بالا رفت. اینا خدمت هایی بود که تو دنیای غرب متاسفانه تو این قرن‌های اخیر به زن شد. یعنی زن رو آوردن بیرون، تو اجتماع آوردن، اما جسم زن رو آوردن، یا جسم ضعیفش رو آوردن و یا از جاذبه های زنانگیش استفاده کردن، نه از مدیریتش، نه از علمش، نه از خلاقیتش، نه از عاطفش که برای تربیت به کار بیاد، از انسانیتش استفاده نکردن. یه استفاده کاملا ابزاری بود. طبیعتا زن تو اون جامعه اون زنی ارزش بیشتری پیدا میکنه تو اون فرهنگ که چشمهای بیشتری رو به خودش خیره بکنه، افراد بیشتری رو دنبال خودش را بندازه، این زن بیشتر میشه با شخصیت. زن دیگه تبدیل شد به یک کالا. ولذا الان میدونید واقعا به طور رسمی تجارت زن و کودک یکی از تجارت‌های مهم جهانی است، بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر، تجارت زن و کودک رسما از بعضی از کشورها میفروشن و صادر میکنن به بعضی از کشورهای دیگه، شد یک کالا. در جاهلیت گذشته شخص زن زنده به گور میشد، تو این جاهلیت مدر شخصیت زن زنده به گور شد. طبیعتاً چنین زنی دیگه دلیلی نداره افتخار بکنه به زن بودن خودش. به چه دلیل افتخار بکنه؟ چی داره؟ ازش یه ویترین مونده، یه کالای لوکس مونده، چیزی نداره که افتخار بکنه به زن بودن خودش. لذاست که باید ادای مردا رو در بیاره. تو خیلی از این فیلم هایی که میبینید متاسفانه گاهی موقع تو کشور ما هم خب دوبله میشه و پخش میشه، زنهایی که کارهای خشن، زنهای بزن بهادر هفتیرکشی که گاهی موقع مثلا رئیس یه گروه پلیسی هستش که بعضی از مردا میترسن کاری بکنن، اون زن اون کار رو انجام میده. خب چون دیگه زن بودن خودش ارزشی نداره که پاش وایسه، هویت خودش یواش یواش داره از دست میره. دیگه چنین زنی به همسر بودن و مادر بودن تو خانه هم نباید افتخار بکنه، چون خانه و خانواده ای نمونده. حقیقتا الان مسئله بحران خانواده در غرب یک بحرانه، از مشکل رد شده، یک بحران. آمارهای دردناک از فرزندان نامشروع، از فرزندان طلاق، از خانواده های یک سرپرستی که بچه یا پیش مادره یا پیش پدر هستش، از زوجهایی که با هم به طور زوجی زندگی میکنن بدون ازدواج، از زوجهای همجنس که با هم زندگی میکنن، اینا غیر طبیعی بودن آدم هاست که این اتفاق افتاده. اون وقت شما نگاه بکنید خودشون با سر رفتن تو این جهت در اتو مسئله عفت و حیا و خانواده و محور خانواده زن، با سر رفتن تو چاه، این کالای خودشون رو میخوان سوغاتی برای ما هم بفرستن، این سوغات فرهنگیشون رو میخوان برای ما هم بفرستن. ما خودمون فاطمه داریم، ما خودمون زینب داریم، ما خودمون معصومه داریم، ما خودمون خدیجه کبرا رو داریم، ما خودمون زنانی رو داریم که در قله عفاف و حیا و پاکی هستن و یک نقطه سیاه تو زندگیشون نیست، یک نقطه سیاه تو زندگیشون نیست. چه نیازی هست که زن مسلمان وقتی چنین الگوهایی داره چشم به فرهنگ دیگری بدوزه که باهاش این کار رو کردن که او رو تبدیلش کردن به یک کالا؟ چه نیازی هست؟ زن اگر زن باشه با همون نجابتش، با همون پاکیش، با همون عفت و حیاش، با همون عاطفه و لطافتش اگر زن باشه به جایی میرسه که مرد به گرد پاشم نمیرسه. یکی از بزرگانی که از علمای بزرگواری که در کاشان بودن، مرحوم میرزا حبیب الله کاشانی، ایشون تو زندگیش مینویسن که یه ایام محرمی بود، جلساتی قبول کرده بود برای خواندن روزه و صحبت کردن، 5-6 جلسه قبول کرده بود،
یه پیرزنی یه مرتبه اومد روز اول محرم جلوشو گرفت، گفت میرزا عبدالله ما هم خونمون روزه داریم، اگه میشه بیا روزه خونه ما رو هم بخون. گفت مادرم من 5-6 جلسه قول دادم، دیگه بیشتر از این فرصت نمیکنم. گفت ما هم روزمون مال امام حسین، مثل جاهای دیگه چه فرقی میکنه، بیا روزه ما رو هم بخون. ایشون برای اینکه رد نکنه او رو، یه ساعتی رو قرار داد که خود اون پیرزن بگه نه من این ساعت رو نمیخوام، ساعت خوبی نیست. گفت مادرم من فقط ساعت 2 وقت دارم. حالا ساعت 2 کی حال روزه گوش کردن داره؟ گفت من فقط ساعت 2 وقت دارم. اون پیرزن گفت خدا بهت خیر بده، خیلی ساعت خوبیه، همون موقع بیا. دیگه دید خب خودش دیگه همچی تدبیری کرده، دیگه چاره ای نداره. گفت باش. روزانه میرفت، مستمعش هم 5-6 تا زن بیشتر نبودن، روزهشون میخوند، یه نیم ساعتی صحبت میکرد تا شد روز عاشورا که طبق رسم حالا اون زمان جوری بود، خود ایشون هم همین کار رو میکرد، تمام روزه ها و مجالس بعد از ظهرش رو صبح قرار داد که بعد از ظهر خالی باشه کاملا، بتونه استراحت بکنه تا مثلا شب عاشورا یا مثلا تو شب بتونه عرض ادب بکنه. همه روزه هاشو مجالس رو انداخت صبح. مجلس این پیرزن رو یادش رفت بهش بگه که این مجلس تو یه ساعت صبح قرار بده، نگفت. ظهر بعد از نماز ظهر رفت خونه، ناهارش رو خورد، گرفت بخوابه، در خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دید. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که میرزا عبدالله به اون پیرزن نگفتی که مجلسش رو به یک ساعت دیگه بنداز، منتظر توه، چرا نرفتی؟ او بلند شد، سراسیمه لباس پوشید، با اینکه فاصلش تا خونه اون پیرزن زیاد بود، دوید به سمت اون خونه. هوا گرم بود، از دور میدید که این پیرزن میاد سر کوچه میره تو، مضطرب هستش. اون پیرزن نمیدید این رو، او از دور میدید. سریع وقتی رفت نزدیک که شد، تا اون پیرزن دیدش، گفت میرزا عبدالله چرا نیومدی؟ خانم حضرت زهرا تو مجلس نشسته. زد تو سر خودش، گفت اون چیزی رو که من تو خواب میبینم این تو بیداری داره میبینه، اون چیزی رو که من تو خواب دیدم او تو بیداری داره میبینه. زنهای ما چیزی کم ندارن که بخوان وام بگیرن از جای دیگری و فرهنگ دیگری. زنهای بزرگ تو همین انقلاب خود ما، از همون پیروزی انقلاب که یه موقعی رهبر بزرگوارمون میفرمود که اگر خانم ها نبودن این انقلاب یا به پیروزی نمیرسید، یا اگر میرسید با سختی و خیلی دوررستر از اون زمانی که نتیجه حاصل شد. در زمان جنگ تحمیلی مگر نبود؟ به خدا قسم اگر این زنان بزرگواری که پشت جبهه رو پر کرده بودن، شوهرانشون، همسرانشون و فرزندانشون رو فرستادن و غیرتمندانه وایستادن، اگر نبودن مگر به این سادگی میتونست این جنگ پیش بره که یک وجب شما خاک به دشمن ندید و مردانه و عزتمند بایستید؟ زنها چیزی کم ندارن. الگوی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ یعنی همون کسی که تمام انبیا و اولیا تو طول تاریخ چشمشون به اوست، یعنی وجود مقدس امام زمان، خود او چشمش به مادرشه. میگه ولی فی ابرت رسول الله اسوتون، الگوی من مادرم زهراست. شما پیغمبر اکرم رو بذارید کنار، تو بین انبیا اولوالعزم، نه انبیا معمولی، نه انبیا اولوالعزم، یک پیغمبری رو سراغ دارید که در رابطه با او رسیده باشه جبرئیل مستمرن با او نشست و برخاست داشته باشه؟ ندارید. اما راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها اینو دارید که اون مدتی که زنده بود بعد از رحلت پدر بزرگوارش، کان یعتی ها جبرئیل، پیوسته جبرئیل بر او وارد میشد، مراوده داشت. که همه تون یادتون یا بسیاریتون یادتون هست، امام راحل عظیم الشأنمون میفرمود من از این فضیلت چیزی بالاتر برای حضرت زهرا نمیدونم. برای مقام جسمانی حضرت زهرا، حالا اون مقام نوریش که کلهم نورون واحد، همشون یکی هن. اما تو این مقامی که شأن دنیایش بود، امام راحل عظیم الشأنمون میفرمود از این من بالاتر چیزی نمیبینم، که جبرئیل اون ملک
مقرب الهی که انبیا و اولوالعزم نمیتونستن این چنین ارتباطی با او داشته باشن، برای حضرت زهرا وارد میشد و برای او مطالبی رو میگفت که محصولش شد مطالبی که حضرت زهرا به امیرالمومنین میگفت، مینوشت شد مصحف فاطمه که از مواریث امامت و الان در دست مبارک امام زمان علیه السلام هست. زن در وهله اول باید زن باشه، در مرحله دوم همسر خوبی باشه، همسر باشه، در مرحله سوم مادر باشه. اگر این سه شأن رو تونست حفظ بکنه، اون وقت مشاغل اجتماعی اونم با دو شرط، با حفظ حریم و متناسب با زن، با حفظ حریم و متناسب با زن. اولا زن باشه، در مرحله دوم شأن زن اینه که همسر باشه، محور آرامش تو خانواده باشه. اون زنی که خانش و بچه هاش و زندگیش رو هواه، بخواد بره یه شغلی بیرون داشته باشه، اونجا دچار اضطراب هایی بشه، دچار مشکلاتی بشه، این دیگه نمیتونه محور آرامش تو خونه بشه. بله، اگر تونست با حفظ این شؤون، اون وقت مشاغل اجتماعی. ولی اولا زن، دوم همسر، محور آرامش تو خونه، و سوم مادر تو این خونه باشه. اگه قرار باشه که به جای اینکه او مادری بکنه، مهد کودک ها و بعضی از مثلا پانسیون ها اونها بخوان جای مادر رو بگیرن، این ارزشی نداره، این اون وظیفه خودشو ایفا نکرده. و اگر هم قرار شد مشاغل اجتماعی، عرض کردم متناسب با زن. متاسفانه الان بعضی از مشاغل هست تناسبی با زن نداره. من خیلی عذر میخوام مثال بیارم، توهین به اون شخص خانومی که یک شغلی رو قبول کرده نمیخوام بکنم، ولی میخوام بگم اینا نمیتونن الگو بشن برای ما. زن اگر راننده تریلی بشه، جنس از بندر عباس ببره ترکیه، این الگو، این ارزشه؟ چرا صدا سیمای ما گاهی موقع توجه به مسئله نداره؟ چرا الگو درست میکنه از خانم مجری با هیجان و ذوق زده میپرسه یعنی شما نمیترسی این مسیر رو کالا ببری؟ اون هم میگه نه. خب نترسیدن که برای زن اینجا ارزش نیستش که. اون زنی که مثلا فرض کنید راننده اتوبوس میشه یا احیانا لاتی حرف میزنه، این خیلی ارزش داره، این میتونه الگو باشه. یه موقع رهبر بزرگوارمون میفرمودن بعضی از این مشاغل ما نمیگیم جایز نیست شرعاً، ولی افتخار نداره، این چیزی نیست که افتخار داشته باشه. بله، مشاغل متناسب با زن. ای کاش جهتگیری تحصیلی از زمان دبیرستان یا دانشگاه به گونه ای بود که به غیر از بعضی از رشته هایی که مشترک هست، ولی تحصیلات دختران ما به گونه ای می شد که وقتی مدرک بگیرن شغلشون متناسب با خودشون باشه، متناسب با زن بودنشون باشه، اون لطافتش رو از بین نبره، شغل خشن نباشه. و شرط دوم با حفظ حریم. اگرم مشاغل اجتماعی متناسب با خودش پیدا شد، با حفظ حریم. گاهی موقعا بعضی از شغلها از ساعتها خلوت، ارباب رجوع هم خیلی ندارن، خلوتی هست بین زن و مرد تو بعضی از ادارجات یا تو بعضی از جاهای، حالا جاهای دیگری که خلوت هست، و این باعث میشه که خب طبیعتاً یواش یواش تو حریم‌های خصوصی هم دیگه وارد بشن، خاطره برای هم دیگه نقل بکنن، لطیفه برای هم دیگه بگن، کم کم جوری بشه با هم صمیمی بشن و ناخودآگاه دلبستگی به وجود بیاد. و اون وقت گریه میکنه، تماس میگیره، میگه من چیکار بکنم، دلبسته شدم با این که متأهل هستم. وجود مقدس زهرای اطهر این الگو یه با عظمت نشان داد که اولا زن بودن شأن اول زن، پشیمون نشه از زن بودنش، چی کم داره. ثانیاً همسر بودن رو نشون داد به عالم. وقت اول ازدواجشون یه مدت که گذشت، پیغمبر اکرم از امیرالمومنین سوال کرد که یا علی کیفه وجدت اهلک، همسرت رو چگونه یافتی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود نعم الان فی طاعت الله، زهرا کمک منه تو بندگی. یعنی همسران کمک همسرتون باشید تو بهشتی شدن، رو بهشتیش بکنید، کمک او باشید.
بعضی از خانواده ها هستن، البته این مال اینجور مجالس نیست، خانوم هایی هستن میگن ما تا وقتی که تو خونه پدرمون بودیم آرایش نداشتیم، شوخی با نامحرم نداشتیم، ولی وقتی متأهل شدیم شوهر ما از ما میخواد برای این که نشون بده اجتماعی هست و امروزی هستی، بیا بگو بخند داشته باش، با آرایش بیا بیرون. این کمک کردن به همسر هست در بندگی، در بهشتی شدن، یا این که او رو جهنمی کردن، او رو دچار عذاب کردن. بعد خود امیرالمومنین علیه السلام در جایی بعد از رحلت، بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود 9 سالی که زهرا تو خونه من بود، ما اغضبتنی ولا اغضبتها، یک بار دل من رو نشکست، یک بار زهرا منو غضبناک نکرد، من هم این چنین نکردم با او. صمیمی بودن با هم، رفیق بودن با هم. ای کاش غیر از این 75 روز یا 95 روز که فقط روزه های حضرت زهرا خونده میشه، جزئیات زندگی حضرت زهرا هم دیده بشه که چقدر صمیمی بودن این دو تا با هم دیگه، این دو بزرگوار با هم دیگه. تو بعضی از روایات هستش که گاهی موقع ها، این روایت رو من دیدم، که گاهی موقع ها با هم بیرون میرفتن، شوخی هایی که با هم دیگه داشتن، غذایی میبردن بیرون تو حالا ظاهرن باغ امیرالمومنین یا هر جای دیگری که بوده، صمیمی بودن. اون موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین رو دید که از مسجد اومد بیرون که برای بیعت برده بودنش، وجود مقدس صدیقه کبرا گفت یا ابوالحسن روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، من همیشه با تو هستم، تو سختی ها با تو هستم، تو ناخوشی ها با تو هستم، تو خوشی ها با تو هستم، جان من فدای تو. صمیمی بودن با هم دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ولا اسد لی امرن، یک بار نافرمانی من رو نکرد، نافرمانی که بماند، یک بار کاری نکرد که از امیر علیه السلام خجل بشه، شرمنده بشه. یه مرتبه امیرالمومنین رفت منزل، گفت زهرا جان چیزی هست من بخورم؟ از زهرا فرمودن که یا ابوالحسن 2 روز هستش که غذای خودم رو هم به بچه ها دادم، خودم هیچی نخوردم. حسن امیر خیلی دلش سوخت، گفت خانم چرا به من نگفتی؟ چرا به من نمیگی؟ از زهرا فرمود که من خجالت میکشم از خدای خودم که یه چیزی رو به عهده شما بگذارم که نتونی انجام بدی، یه چیزی رو به عهده شما بگذارم، انی لاستحیی من الهی ان اکلف نفس کما لا تقدر علی. حضرت زهرا چیزی نمیخواست از او که شاید او رو خجلش بکنه، اما مثل که این روزای آخر دیگه امیرالمومنین خجل شده بود، وقتی میومد تو خونه زهراش رو میدید خجالت میکشید، زهرا جان من نتونستم کاری بکنم، من نتونستم. حتی چشمش به زینبین هم که میافتاد، به بچهای کوچیکش هم که میافتاد، علی مثل که اونجا هم خجل بود. غریب و بیکس و تنها به کنج خانه بنشستم، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. صدای ناله او را ز پشت در شنیدم من، خدا داند که از زینب خجالت میکشیدم. علی دیگه مثل که این روزهای آخری از بچه هاش هم خجالت میکشید. السلام علیک یا اول مظلوم و اول من قصب حقه. چی کشیدی تو آقا جان؟ مظلوم بودی دیگه. مثل امروز روز آخر زهرای اطهر بود. امام صادق علیه السلام فرمود گرچه مصیبت جدمون ابا عبدالله الحسین اعظم مصائب ما اهل بیته، همونی که تو زیارت عاشورا میخونید، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، ولی مصیبت جد دیگرمون امیرالمومنین و مادرمون زهرا ادها و امر تلختر و دهشتناکتر بود. میدونید برای چی؟ من یه جهتشو فقط عرض میکنم. روز عاشورا ابو عبدالله علیه السلام همه مصیبت ها رو کشید، انواع و اقسام بلاها رو کشید، روز عجیبی بود. اونایی که اهل نظر بودن روز عاشورا رو عالم رو یک چشم گریان بر ابا عبدالله دیدن. ابا عبدالله همه مصیبت ها رو کشید اما یه مصیبت رو نکشید. شما ها اهل روزه ها هستید، خیلی احتیاج به توضیح دادن ندارید، شما تو این مجالس بزرگ شدید.
ابو عبدالله وقتی افتاده بود تو گودال قتلگاه، رمق دیگه تو تنش نبود، تیرهای متعدد خورده بود، به خصوص اون تیری که به سینه ابو عبدالله خورد و از پشت کشید و نیزه‌ای که به گلوش خورده بود رمق رو از حضرت گرفته بود. صورتش بر خاک بود. اونچنان که در زیارت ناحیه مقدسه حضرت ولیعصر علیه السلام ذکر میکنه، تدیر و طرفن خفیان الی بیتک و رحلک، صورتش رو خاک بود، با گوشه چشمش به خیمه هاش داشت نگاه میکرد. افراد دشمن اومده بودن دور تا دور گودال قتلگاه رو محاصره کرده بودن، میترسیدن برن جلو، نکنه حضرت هنوز جان داشته باشه. از دور سنگ پرد میکردن، نیزه پرد میکردن، تیر مینداختن، نامردی میجنگیدن. یکی از این نانجیبا گفتش که اگه میخواید ببینید حسین زنده است یا نه به خیمه هاش حمله کنید، اگه زنده باشه بلند میشه. میدونستن او غیرت اللهه، میشناختن او رو، همین کار رو هم کردن. یه جمعی حمله کردن به سمت خیمه ها. ابو عبدالله که با گوشه چشم داشت نگاه میکرد، هرچی رمق تو تنش بود جمع کرد، بلند شد، تکه داد به نیزه شکسته ها و شمشیرها، رو زانوش تونست بشینه، بیشتر از این دیگه نتونست، رو زانوهاش نشست. با این صدای خشکیدهش در گلو فریاد زد: یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و از آخرت نمیترسید، مرد باشید، مردونه بجنگید، من و شما با هم میجنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارن؟ یعنی میدونید خودمونی امام حسین بهشون چی گفت؟ خودمونی حضرت بهشون گفت نامردا، تا وقتی من زنده هستم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید. ولذا برگشتن. تا وقتی حضرت زنده بود دیگه حمله نکردن، بعد از شهادت حضرت حمله کردن به خیمه هاش. یعنی حضرت این مصیبت رو ندید که جلو چشمش زن و بچه‌شو بزنن. اما دلها بسوزه برای امیرالمومنین که این مصیبت رو او کشید، این مصیبت رو او کشید. دیگه از امشب به بعد هستش که فقط شبها خودش تنها میاد سر قبر زهراش میشینه گریه میکنه. علی امشب انگار دو نفر رو خاک کرد، هم زهراش رو هم خودش، هم انگار رفت. لذا بعدها که میومد سر قبر زهراش میگفت زهرا جان دعا کن من دیگه تو دنیا زیاد نمونم، نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، جان من با ناله من حبس شده تو سینم، ای کاش هر دو با هم خارج بشه. لا خیر بعد کف الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. زهرا جان من فقط ترسم اینی که زیاد تو دنیا بمونم بعد از تو، ترسم اینی که بعد از تو زیاد بمونم. همونجور که شنیدید، مثل امروز آخرین روز حضرت زهرا سلام الله علیها بود. من فقط اشاره میکنم، امیرالمومنین وقتی وارد منزل شدن امروز، دیدن حضرت زهرا داره بعضی از کارهای منزل رو انجام میده. الحمدلله زهرا جان بهتر شدید امروز. فرمود پسرم امروز روز آخر زندگی من هست. خودش اون روز آخر بود، استحمام کرد بچه ها رو، خواستم خودم بچه ها رو بشورم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از کجا این رو شما میگید؟ خانم فرمود که خواب پدر بزرگوارم رو دیدم، گله کردم که از امتت ما چه ها کشیدی. پدرم گفت دخترم امشب پیش من خواهی بود، دیگه تو دنیا موندن چندان طول نخواهد کشید، امشب پیش من خواهی بود. وقتی این خواب رو نقل کرد، اشک تو چشای امیرالمومنین جمع شد. زهرا جان از رفتن داری میگی؟ بعد از یه چند لحظه یه سکوتی بین این دو بزرگوار برقرار شد. یه مرتبه حضرت زهرا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین فرمود خانم شما دیگه برای چی گریه میکنید؟ شما که از هم و غم به دنیا راحت میشید، مهمان پدرتون خواهی بود. که فرمود ابکی لما تلقا بعدی، علی جان من برای شما گریه میکنم که بعد از من تنها میبود. راست گفتی زهرا جان، بعد از تو علی تنها بود و سر به چاه ها میگذاشت، تا تو بودی سر به بیابان و سر به چاه ها نمیگذاشت، غم رو از او بر می داشتی. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی زهرای اطهر و امیر المومنین، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای تو رو قسمت بدیم به زهرای اطهر، رهبر بزرگوارمون، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، با اهل بیت محشور بگردان. شر دشمنان دین به خودشون برگردان. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما.
صلواتی عنایت بفرمایید.